الرحمن الرحیم با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه که لباس صحت و عافیت به تن داشته باشین و از گزند روزگار در امان باشین. شاگردان نهایت عزیز، ما به درس دهم از صنف هفتم قرار داریم. در جلسه گذشته ما در مورد خود تعاملات کیمیاوی، معادله کیمیاوی مباحث خونده بودیم و همچنان ای که مفاهیم قبل از اون مثل سمبول و فرمول چیه، اینا رو مورد مطالعه قرار داده بودیم، تعریف کرده بودیم. یک یادآوری میکنم مفاهیم جلسه گذشته، باز انشاءالله به درس جدید خود ما و شما ادامه میدیم تا ارتباط درس گذشته به درس جدید بدانین. مبحثی که ما و شما خونده بودیم بحث سمبول بود. سمبول علامه اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر رو میگن که معمولا سمبول ها ابتدای گرفته شده از ابتدای نام عناصر میباشه که به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میکنن و یا هم حرف اول بزرگ انگلیسی و مطبقی اگر دو حرفی سه حرفی باشه مطبقی باز به حروف کوچک میشه. و همچنان بحث فرمول بود که خونده ما شما. فرمول به مجموعه سمبول های عناصر شامل در یک مرکب رو میگن. عناصری که در یک مرکب شامل باشه مجموعه سمبول های از اونا به نام فرمول گفته میشه و یا هم نشان دهنده خود فرمول کیمیایی. خود فرمول کیمیایی نشان دهنده امو یک مرکب کیمیایی میباشه. و همچنان ما شما معادله کیمیایی خونده بودیم. معادله کیمیایی نشان دهنده تعامل کیمیایی و یا هم به مجموعه سمبول های عناصرش عناصر و فرمول های مرکبات تشکیل دهنده خود همو تعامل یا مواد که در تعامل استفاده میشن، مواد اولیه و محصول استفاده میشه، همون به نام معادله کیمیایی میگن. خب به هر صورت در جلسه امروزی ما شما روی ان شاء الله روی انواع معادلات و تعاملات کیمیایی صحبت خواهیم کرد. ابتدا قبل از او خود معادله کیمیایی که ما جلسه گذشته خونده بودیم، معادله کیمیایی نشان دهنده تعامل کیمیایی بود و همچنان ما شما اینجا یک جدول داریم که این جدول برای ما شما بعضی از مشخصات از خود معادلات کیمیایی نشان میده و لازمه که اینجا یک مثال نوشته کنم توضیح بدم، باز انشاءالله میرسیم به این جدول که اینجا ما در سلاید داریم. خب ببینین شاگردای عزیز، در بحث خود معادلات کیمیایی معادلات کیمیایی بحث ما شما روی معادلات کیمیایی هنوز هم در مورد از این بحث میکنیم. مثلا شما یک معادله نوشته میکنیم این ا جمع H2O که مساوی میشه به NaOH جمع H2. خب در این معادله که ما اینجا نوشته کردیم، این نشان دهنده یک تعامل میتونیم بگیم تعامل فلز با آب میباشه. عناصر گروه اول عناصر القلی با آب تعامل میکنن، در نتیجه تعامل از اونا القلی ها و همچنان گاز هیدروژن ساخته میشه. این یک مرکب القلیه و همچنان H2 هم گاز هیدروژن میباشه. خب معادله کیمیایی پیشتر که ما شما بحث از اون یا تعریف از اون گفتیم، خود موادی که به سمت چپ وکتور قرار داره ما شما اینا رو مواد اولیه میگیم. جلسه پیشتر هم توضیح داده بودم برای شما مواد اولیه گفته میشه. موادی که به سمت خود به سمت راست وکتور قرار داره اینا ما به نام مواد محصول یاد میکنیم، مواد محصول. و خود وکتور هم به معنای علامت مساوی، اما گفتیم به جای علامت مساوی چرا از وکتور استفاده میکنیم؟ چون علامت مساوی جهت رو نشان نمیده، فقط مساوی بودن خود مواد قبل از تعامل و بعد از تعامل رو برای ما نشان میده، دیگه توضیح خاصی برای ما و شما نمیده. اما در قسمت استفاده کردن از وکتور میتونیم بگیم که وکتور جهت تعامل رو برای ما نشان میده که تعامل موادی که تبدیل میشن به مواد محصول، مواد اولیه چه مواد محصول چیه، اینا رو برای ما نشان میده. یعنی مواد اولیه میشه و طرف هم محصول. اگر جهت ندیشته باشه یا علامه مساوی باشه او باز مشخص نمیشه که کدام مواد مواد اولیه، کدام مواد مواد محصول. این چیز باز برای ما و شما واضح ساخته نمیشه. به هر صورت برمیگردیم به همو موضوعات سلایدی که ما و شما داشتیم. ببینین در این جدول که ما و شما اینجا داریم، در جدول شکل و مفاهیم به اصطلاح داریم ما و شما. شکل خود وکتور شما یا علامت وکتور که میبینین
یعنی حاصل می شود، یعنی به سمت محصول میره. وکتور خود از اون نشان دهنده رفتن مواد به سمت محصوله، و رو وکتور اگر علامه مثلث باشه یعنی حاصل تعامل توسط حرارت به دست میآید. خود علامت دلتا یا مثلث نشان دهنده حرارت، یعنی باید ما به مواد اولیه حرارت اضافه کنیم که حرارت میتونه تعامل را انجام بده، یک عامل موثر برای انجام دادن تعامل باشه. اگر او ندادیم تعامل صورت نمیگیره و یا هم تعامل خیلی کنده. و وکتور بعدی شما میبینید، وکتور خونه سوم، چوکات سوم، نوشته 20 ATM رو وکتور نوشته 20 اتمسفیر. یعنی اتمسفیر یکی از واحدات فشار میباشه، یعنی تعامل تحت فشار به اندازه 20 اتمسفیر صورت میگیره. و نوشته به چوکات بعدی 1200 درجه سانتیگراد. 1200 درجه سانتیگراد یعنی به این معنا که تعامل رو باید حرارت بده ما شما مواد اولیه رو البته که به محصول تبدیل بشن، یعنی تعامل توسط حرارت صورت میگیره، یک حرارت خاص دلتا، حرارتی که مشخص نیست چقدر باید حرارت داده بشه، حرارت بدیم تا تعامل صورت بگیره. اما 1200 درجه به این معنی که باید به همین درجه دقیق حرارت باشه تا تعامل صورت گیره. و روی وکتور میبینیم که سمبول یک عنصر پیدی نوشته، پیدی یعنی پلادیم. خود از این یعنی تعامل در موجودیت کتالیست، کتالیست پلادیم صورت میگیره. امکان داره هر چیزی باشه، اف ای میتونه باشه، اف ای دو او سی یعنی اکساید آهن، میتونه آلومینیوم اکساید باشه، میتونه خود کلوراید نقره باشه، میتونه نیکل باشه. سمبول یک عنصر و یا هم فرمول یک مرکب وقتی که به رو وکتور نوشته میشه، این خود نشان دهنده خود موجودیت کتالیست در تعامل می باشه. یعنی به این معنا که مواد اولیه باید ما و شما که کتالیست داشته باشیم تا اینا رو بتونیم با همدیگه یکجا کنیم و محصولی به دست بیاریم. و چند نکته دیگر هم میخوایم اینجی اضافه کنم که اگر اینجی وکتور خود از این که به اصطلاح نشان دهنده تعامل غیر رجعی هم می باشه، و اگر دو تا وکتور مخالف الجهت در یک خود معادله کیمیایی داشته باشه، ما یک وکتور نشان دهنده غیر رجعی بودن خود تعامله، یعنی تعامل غیر رجعی می باشه، یعنی برگشت ناپذیر، مواد اولیه به محصول تبدیل میشه، محصول به اولیه تبدیل نمیشه. مثلا شما تعاملاتی که در بعضی حالات میبینیم، ما شما بعضی از تعاملات برگشت ناپذیر محصول از اون دوباره به مواد اولیه تبدیل نمیشه، مثل کربن زمانی که با اکسیژن تعامل میکنه کربن دای اکساید میسازه، میبینیم که محصول از اون دوباره به مواد اولیه تبدیل نمیشه. یا ساده تر بگم برای شما که مثلا تبدیل شدن خود چوب به خاکستر یک تعامل غیر رجعی می باشه، یعنی شما هر کار بکنیم دیگه خاکستر نمیایه به چوب تبدیل بشه، پس بنان این یک تعامل غیر رجعی گفته میشه. وکتور از او باید تنها یک جهت داشته باشه، اما اگر دو جهت در وکتورها میبینیم وجود داره، سمت چپ و راست خلاصه رفته، این ما و شما میگیم تعامل رجعی. تعامل رجعی می باشه یعنی برگشت پذیره، مواد اولیه به محصول تبدیل میشه، محصول هم به اولیه، مثلا تعامل خود نایتروژن با هیدروژن که امونیار میسازه، یا مثلا تعامل سلفر دای اکساید، خود اکسیژن میتونه سلفر تری اکساید بسازه. تعاملات خیلی زیادی داریم که برگشت پذیره. البته یک تعامل فیزیکی یا حالت فیزیکی تغییر شکل مواد که اگه مثال بگم واضح تر انشاءالله میفهمین، مثلا خود تبدیل شدن آب به حالت گاز یا بخار و بخار آب دوباره پس به حالت مایع، این میتونه یک تعامل یک حالت رجعی باشه که خود تعاملات عین متصور بکنیم، یک تعاملی که اصلیت مواد تغییر میکنه به حالت رجعی یا برگشت پذیره، اور میتونیم توسط از این دو وکتور نشان بدیم. به هر صورت این هم مشخصه های از خود وکتورها بود که در تعاملات کیمیایی اینا چی نقش میتونن داشته باشن. و نگفته نمونه که خود پی دی که اونجا ما شما کتالیست داریم، خود کتالیست ها چی هن؟ کتالیست ها هم موادیه که در تعامل اضافه میشه، این مواد سرعت تعامل بالا میبره اما خود از اینا به مصرف نمیرسه، مثلا انزایم هایی که در وجود ما و شما هست، در اسید خود اسید معده ای که ما شما داریم، میبینیم که در تعاملات کیمیایی که در بدن صورت میگیره یعنی برای تجزیه شدن مواد نقش میگیره، ولی خود از او مصرف نمیشه. و اگه قرار باشه که به هر تعاملی مصرف بشه، خب میبینیم که اسید معده اوقدر نمیتونه تولیدات داشته باشه و یا هم وجود کلا باید انرژی خور برای ساخت از این انزایم ها مصرف بکنه. پس به او خاطر
خود کتالیست ها میگه موادی که سرعت در تعامل استفاده میشه سرعت تعاملات کیمیاوی افزایش میده ولی خود از اونو به مصرف نمیرسه. خب به هر صورت یک دیگه شاگردای عزیز ای که ما میتونیم حالات مواد در هم در یک تعامل کیمیاوی نشان بدیم. در معادله که اینجی من نوشته کردم، یعنی در تعامل بالایی که شما میبینید سودیم با آب تعامل کرده، در نتیجه سودیم هایدروکساید و خلاصه H2 یا گاز هایدروژن ساخته شده. در اینجی اگر ما خواسته باشیم حالت های مواد که مواد به حالت جامد مایع گاز چی رقم نشان بدیم، به سمت راست خود سمبول از اینا به قسمت پایینی داخل قوس کوچک ما شما همون حالت از اون رو نوشته میکنیم. S خود از او یعنی چی؟ S یعنی جامد، سولید از همون کلمه انگلیسی سولید یا جامد گرفته شده، یعنی این ماده به حالت جامده، جامد فلزی. خود آب که هست یک L یا به اصطلاح ما شما حرف کوچک رو استفاده میکنیم، حرف کوچک انگلیسی L به معنای لیکوید یا حالت مایع قرار داره. محصول تعامل که اینجا به دست میایه میتونیم بگیم به شکل محلول میتونه باشه، AQ به شکل محلول و همچنان H2 به شکل گاز میتونه باشه. پس بنابراین با ما اگر خواسته باشیم حالتهای مواد دارم در یک معادله کیمیاوی نشان داده، میتونیم که مواد به حالت جامد مایع گاز و یا هم محلول به کدام حالت میخواد که در تعامل سم بگیره یا تعامل از او به کدام حالت صورت میگیره. پس میتونیم بگیم که حالتهای مواد S به معنای ماده جامد، جامد معنا میده، اگر داخل قوس باشه به این شکل او حالت جامد نشان میده، L به معنای لیکوید یعنی حالت مایع نشان میده، حالت مایع، AQ به معنای اکویاس یا خود محلول می باشه، مواد یعنی به حالت محلوله، و خود G به معنای گاز یا گاز می باشه به حالت گاز یعنی مواد. پس بنابراین میتونیم بگیم که مواد اولیه و محصول حالت های نارم میشه که ما شما در یک معادله کیمیاوی نشان بدیم، S یعنی جامد، L به معنای مایع، AQ به معنای محلول و G هم به معنای گاز میباشه. و میاییم حال انواع معادلات کیمیاوی رو میخونیم. یاد شما باشه که خود معادلات کیمیاوی به یک مدل نیه، ما به چندین مدل چندین شکل میتونیم حالت تعامل رو توصیف کنیم که خود از او میتونه به اصطلاح معادله کیمیایی باشه. همیشه به این معنا نیه که ما شما از سمبول های عناصر و یا هم فرمول های مرکبات استفاده کنیم، نوشته کنیم اینا رو بعد بگیم معادله به همین شکله. میتونه به حالت های دیگه هم باشه غیر از اینکه ما از سمبول کار بگیریم. خب میخوایم که این حالت ها رو هر کدام توضیح بدم به شما. اول ما شما نام میگیریم اینا رو، انواع معادلات کیمیایی، یکی از اونها میتونه معادله تحریری حروفی باشه، دوم معادله توصیفی، سوم معادله سمبولیک و چهارم معادله شکلی. به این حالت ها، به این چهار حالت میتونه که معادلات وجود داشته باشه. خب در بحث انواع معادلات کیمیاوی، انواع معادلات کیمیاوی همون قسمی که گفتم، یعنی چهار مدل وجود داره معادلات کیمیاوی. یکی ما شما معادله تحریری حروفی داریم، تحریری حروفی، دوم معادله توصیفی داریم، توصیفی، معادله سمبولیک وجود داره و همچنان معادله شکلی. معادله شکلی، خب تعریف از اینو خیلی راحته. ببینین معادله تحریری حروفی یعنی ما از اسم کامل مواد اولیه و محصول در تعامل اسم کامل عناصر و مرکبات استفاده میکنیم. در یک معادله کیمیاوی در یعنی خواسته باشیم تعامل رو توصیف کنیم، از اسم کامل از این مواد استفاده میکنیم. خلاصه همین معادله تحریری حروفی میگن. حالا اسما فرق نمیکنه که شما انگلیسی نوشته کنین، فارسی نوشته کنین یا به هر لسان دیگه. مثلا من نوشته میکنم اینجی مثال خود هایدروژن، هایدروژن جمع اکسیژن، جمع اکسیژن در نتیجه
آب ساخته میشه. این یک معادل تحریری حروفیه، یعنی ما از اسمای کامل مواد اولیه و محصول استفاده کردیم برای توضیح دادن معادل کیمیایی خود. خوب، پس معادل تحریری حروفی اینه که ما از اسمهای کامل مواد استفاده میکنیم. معادله تحریری حروفی اسمای کامل مواد نشان میده، هیدروژن جمع اکسیژن آب میسازه. و حالت دومی یا معادله توصیفی، معادله توصیفی از نام مشخصه، یعنی به این معنا که ما مواد خود تعامل رو توصیف میکنیم، تا یک جمله ما میایم توصیف میکنیم. مثلا نوشته میکنیم که از تعامل هیدروژن با اکسیژن آب ساخته میشه. از تعامل هیدروژن با اکسیژن آب ساخته میشه، این هم یک معادله کیمیایی به نوع خود خو. که یعنی چون ما معادله که تعریف کردیم گفتیم معادله کیمیایی نشان دهنده تعامل کیمیایی، این هم یک تعامل میتونه توصیف بکنه. این معادله رو ما شما معادله توصیفی میگیم که توصیف کننده خود یک تعامله. از تعامل هیدروژن با اکسیژن آب ساخته میشه. خب بر صورت که بعدی که ما داریم معادله سمبولیکه، یعنی از سمبول ها کار میگیریم، میگیم از خود سمبول های عناصر و فرمول های مرکبات استفاده میکنیم. مثلا اینجا هیدروژن داریم، ما شما هیدروژن رو نوشته میکنیم H2 و اکسیژن داریم، اکسیژن رو نوشته میکنیم O2. بعد محصول تعامل آب که هست H2O میباشه، H2O. به هر صورت این میشه معادله سمبولیک. و معادله سمبولیک یعنی از سمبول های عناصر و فرمول های مرکبات ما شما برای توضیح دادن یک تعامل کیمیایی استفاده میکنیم. خب در این قسمت ببینین خود H2، H یعنی هیدروژن، O یعنی اکسیژن، H2O هم یعنی آب، فرمول آبه. ولی چرا به کنار H2 دادیم ما یا به کنار O2 دادیم؟ اگر یاد شما باشه در جلسات گذشته ما و شما وقتی که عناصر خوندیم، عناصر از لحاظ تعداد اتم ها خود خو به 4 دسته تقسیم، به 3 دسته تقسیم شده بودن. عناصر یک اتمی، دو اتمی و چندین اتمی دارن. اینا از جمله عناصر دو اتمی هن. همیشه یاد شما باشه که در یک معادله کیمیایی وقتی ما این عناصر رو نوشته میکنیم، هیدروژن و اکسیژن باید به کنار از اون یک دوی هم بدیم. البته این طرف که هست باز او این دویی که به اینجی دادیم ارتباط به این دو نداره و این از دیگه حالته که باز انشالله در قسمت ساخت معادلات او توصیف میکنیم، توضیح میدیم. برای از اینکه تعداد برابر بسازیم، یک دویی که اگر ما اینجی ضرب کنیم دو تا 4 تا هیدروژن میشه و 2 تا اکسیژن، یک دویی هم که اینجا بدیم دو تا 4 تا هیدروژن، این توزین شد. معادله شکلی چیه؟ یعنی شکل خود مولکول ها و اتم ها نوشته میشه، از شکل نما کار میگیریم. مثلا هیدروژن رو ما میایم توسط فرض کنیم 2 تا کره نشان میدیم، شکل کره ویر، و اکسیژن رو میایم توسط 2 تا بیضوی نشان میدیم. در نتیجه محصول تعامل چی رقم میشه؟ محصول تعامل یک شکل بیضوی میشه، یعنی یک اکسیژن و 2 تا هم هیدروژن، 2 تا هیدروژن باز به شکل کروی میباشه. پس بنان این البته یک شکل قراردادی که ما میتونیم از این شکل استفاده کنیم برای توصیف خود یک معادله کیمیایی، معادله شکلی. پس معادله شکلی از شکل خود اتم ها و شکل مولکول ها کار گرفته میشه برای توصیف یک معادله کیمیایی. این بود بحث خود معادلات کیمیایی. یک بار دیگه خلاصه میگم، معادلات کیمیایی انواعی از اینا 4 تا بود: معادله تحریری حروفی، معادله توصیفی، سمبولیک و معادله شکلی. تحریری حروفی از اسمای کامل مواد استفاده میشه در همو توضیح دادن. معادله توصیفی به شکل جمله کلا توصیف میشه یک تعامل کیمیایی. و معادله سمبولیک از سمبول های عناصر و فرمول های مرکبات کار گرفته میشه. و معادله شکلی هم از شکل خود اتم ها و مولکول ها کار گرفته میشه. میایم خود تعاملات کیمیایی، تعامل کیمیایی چه مبحث بعدی ما و شما نه، انواع معادلاتی که توضیح دادم برای شما. ببینید در طبیعت و یا در محیطی که ما و شما، محیط و ماحولی که ما زندگی میکنیم، خیلی از پدیده های کیمیایی اتفاق میفته که این خود نشان دهنده یک تعامل کیمیایی میباشه. یعنی بیشمار میتونیم بگیم تعاملات هستند که در طبیعت یا خود به خود و یا هم به وسیله انسان ها و یا هم به وسیله موجودات زنده خلاصه اتفاق میفته. که یکی از تعاملات مثلا خود تعاملات میتابولیکی یا میتابولیزمی که در وجود نباتات ما شما میبینیم صورت میگیره. طبیعت ما شما در زمستان چون هوا سرده،
میبینیم کلا خشکه، یا اکثرا نباتات و بالاخره سبزیجاتی که داریم، سبزیجات اکثرا از بین میرن، خشک میشن، و نباتات هم کلا همو برگی که داره، برگ از اونا رخته میشه و میبینیم که تبدیل به یک چوب خشک میشن. خب بر صورت، اما در در بهار که شد یا تابستان که شد، میبینیم چون هوا گرم میشه، تعاملات در وجود از اینا صورت میگیره. ما خب تعامل نمیتونیم داخل از اونا به چشم سر ببینیم چه قسم تعاملات صورت میگیره، ولی همین که شما رشد در از اون میبینیم یا سبز شدن از اون میبینیم، این خود از این نشانه ای از تعاملات کیمیایی یا تعاملات متابولیسمی، و یا هم تعاملاتی که ما در میبینیم که خلاصه اتفاق میفته، که مثلا ما تبدیل شدن خود انگور، وقتی که انگور میخواین سرکه جور بکنن، انگور ببینیم که شیرین خود از او داخل امو کوزه های به اصطلاح قرار میدن، یا ظروفی که سر از او بسته میکنن، بعد از 40 روز میبینیم که تبدیل به یک ماده ترشی میشه که اور ما سرکه میگیم. یعنی سرکه و خود گلوکوز که شیرین در انگور، اینا میبینیم که زمین تا آسمان از همدیگه تفاوت دارن، خود از یک تعامل کیمیایی شمرده میشه. به هر صورت، پس تعامل کیمیایی را اگه ما تعریف بکنیم چی میگیم؟ خود تعامل کیمیایی میگیم عبارت از پروسه تبدیل مواد از یک شکل به شکل دیگر، طوری که اصلیت مواد تغییر نمایی تغییر کنه، به نام تعامل کیمیایی یاد میشه. وقتی دو مواد با هم یک جا میشن، شرط اینه که ماده سومی بسازن، و شرط دیگه، شرط اساسی تر از او اینه که بعد از اینکه یعنی مواد ساخته شد، خصوصیات اولی مواد در او تکرار نشه یا خصوصیات اولی خود از دست بده. پس بنان امور رقمی که در سلایت شما میبینین، توضیحات از اینجا نوشته، در اثر تعاملات کیمیایی همیشه مواد جدید تشکیل میشه که با مواد و مرکبات اولی از لحاظ خواص فیزیکی و کیمیایی فرق داره. خب بر صورت اینجا یک مثال، ما یک معادله اینجا نوشته میکنیم، یک مثالی که بهتر بفهمیم موضوع. مثلا شما ببینین، ما سودیم و کلورین اگر بیایم توضیح بدیم، سودیم و کلورین در نتیجه NaCl یا سودیم کلوراید ساخته میشه. یاد شما باشه که هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ کیمیایی در اینا تغییر ایجاد میشه. ماده ای که این طرف میبینیم، خود سودیم به حالت S یا جامده، کلورین به حالت گازه، و سودیم کلوراید هم به شکل جامد. اولا که میبینیم ماده گاز به اینجی گم شد، کلا یعنی حالت فیزیکی خود سودیم و کلورین هر دو تا تغییر میدن. سودیم خود از او تقریبا جلای میتونیم بگیم نقره‌ای و سفید داره، عنصری که وقت قطع میکنیم جلای نقره‌ای از او ما شما میبینیم خیلی سفید و نقره‌ای شکل. کلورین هم یک گاز خود از او، و این گاز و خلاصه این فلز با هم یک جا میشن، سودیم کلوراید میسازن که نمک، نه خصوصیت ظاهری گاز ما شما در اون میبینیم، نه هم خصوصیت فیزیکی یا ظاهری سودیم که یک فلز در او دیده میشه. از لحاظ کیمیایی اگه بیایم صحبت بکنیم، خب این یک فلزه، سودیم یک فلزه، فلز فعال میباشه، و کلورین هم گازه، میتونیم بگیم گاز سمی میباشه، اما سودیم کلوراید نمک، نمک ساخته میشه. حالا ببینیم نمک قابل خوردن، استفاده کردن در تک ما شما از او استفاده میکنیم، در غذاها برای لذیذ ساختن استفاده میشه. کلورین گاز سمی، قطعا قابل خوردن نیه کلورین. سودیم فلز، بازم میبینیم فلز هم قابل خوردن نیه و قابل هضم شدن در وجود ما شما نیه. پس بنابراین میبینیم که خصوصیات اولیه مواد چقدر تغییر کرد تا به مواد محصول رسیدن. پس خلاصه تعاملات کیمیایی میتونیم بگیم که پروسه تبدیل مواد از یک شکل به شکل دیگه، طوری که اصلیت مواد در او تغییر کنه. خب این بود شاگردای عزیز درس این جلسه ما شما، و یک جنبندی اگر داشته باشیم چی موضوعات ما شما خوندیم. ما شما خود جدول خوندیم که حالات معادلات کیمیایی برای ما شما یا تعاملات در همون معادلات کیمیایی نشان میداد، مثل وکتورها بود، وکتور یک جهت تعامل رجعیه، یعنی وکتور جهتی رو نشان میده که تعامل به سمت محصول پیش میره، یعنی حاصل میشود، حاصلی و بعد از جهت وکتور نوشته میشه. اگر علامت مثلث بود به معنای حرارت، اگر اتمسفیر نوشته بود و یا واحدات دیگه فشار نوشته بود، یعنی تعامل در موجودیت فشار صورت میگیره. اگر یک سمبول یک عنصر یا فرمول یک مرکب رو وکتور نوشته بود، به این معنای که تعامل در موجودیت کاتالیست صورت میگیره. و انواع معادلات کیمیایی گفتیم، معادله تحریری حروفی، توصیفی، معادله سمبولیک و معادله شکلی، چهار حالت وجود داره.
و همچنان تعامل کیمیایی که پروسه تبدیل مواد از یک شکل به شکل دیگه طوری که اصلیت مواد در او تغییر بکنه. خب این بود درس این جلسه ما و شما. جلسه بعد انشاءالله روی انواع مواد تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم. تا جلسه بعدی که در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم، همگیر به خداوند مهربان میسپارم. شاد و موفق باشید.